چې هر چیرته د افغان بیسیم د شرکت لاسرسی مونږ هلته همکاری ته آماده یو، که هغه په کلتوري مسایلو کې وي، که هغه د سرسبزۍ په برخه کې وي، په هر ځای کې چې دي مونږ لاسرسی انشاءالله مونږ هلته همکاری ته آماده یو او د تاسو سره به یو ځای کار کړو. سلامونهونه کې هله مې اومنه ګرام قدرمن لیدونکو په د هله تاسو ټول ګرام قدرمن لیدونکو روغ او جوړ اوسئ او یو ځل بیا افغان انار ته خراغ لاس ګرام قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو ګورئ موږ په آزاده ځای کې یو او بیرون یو او شاید تاسو د نظر چې موږ نن بیا ولې او په کوم مناسبت باندې خبرونه لرو تاسو ګرام قدرمن لیدونکو د افغان بیسیم مخابرات شرکت ته راغلی یو او دوی دلته د نیالګیو کینولو پروګرام او لړۍ پای کړده چې دلته به نور میلمانه هم وي او له خیر سره به دا پروګرام تاسو به هم تر پایله موږ سره وګورئ او له خپرونې خوند واخلئ او تاسو هم وایم چې د ځان او د خپلو آینده نسلونو لپاره یو یو نیالګی کینو تر څو چې د هغوی د سا ایستلو لپاره یو بله زمینه هم برابره شي. او مه هیروئ افغان انار چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او شیر کړئ او د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. تبارک و تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. قابل خروالی محترم معین صاحب، دی کلتوری ریاست محترم رئیس صاحب، په افغان بیسیم کې د ما همکارانو ټول ښه راغلی. پروردګار هر څه ډېر ښکلي او د حکمت نه ډک خلق کړي دي. په هر څه کې مخلوقاتو ته نفع پیدا کړي ده. موږ چې د ځمکې په سر باندې اوسیږو، موږ هدف هم باید د الله مخلوق ته خیر رسول وي. په هر ځای کې چې وس رسیږي، هر انسان په خپل وس په اندازه باندې مسئول دی، په خپل مسؤلیت باید ادا کړو. علا کلکم راعین و کلکم مسئول. دا تنها د ښاروالیو مسؤلیتونه نه دي چې یا په سرسبزۍ کې برخه واخلي، ته کوم ځای نه برسی، غیر پلانی ځایونه پلانګذارۍ ته برابر کړي، خراب سرکونه جوړ کړي او که په صفایی که مرسته وکړي. وش سره الحمدلله ګوري په ښاري سیما کې ډېر مثبت تغییرات راغلي دي. هم ښه سرکونه جوړ شوي دي او حداقل هغه از بالې خود سرک په سر باندې نه وینو. نو دا دي مونږ کوم چې دلته په ښار کې اوسیږو، هغه ښاري فرهنګ ته هم باید متوجه شو. د ښاروالۍ په څنګ کې، د مسؤلینو په څنګ کې ودرېږو، که هلته د سرسبزۍ په باره کې یو څه کړلی شو، که د صفایۍ په باره کې یو څه کړلی شو، که د اوبو د ذخیره کولو په باره کې یو څه کړلی شو، هر چیرته هم چې لاس رسي هلته باید د خپلو مسؤلینو سره څنګ په څنګ ودرېږو او خپله همکاري وکړو. وخت هم ډېر نه نیسم، خو بیا هم په تکرار سه ویایم چې هر چیرته د افغان بیسیم د شرکت لاسرسی مونږ هلته همکاری ته آماده یو، که هغه په کلتوري مسایلو کې وي، که هغه د سرسبزۍ په برخه کې وي، په هر ځای کې چې دي مونږ لاسرسی انشاءالله مونږ هلته همکاری ته آماده یو او د تاسو سره به یو ځای کار کړو. ډیره ډیره مننه، بیا هم ښه راغلئ. واخر دعوانا عن الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه که امروز از طرف شرکت محترم افغان بیسیم تنظیم و ترتیب شده بود در بخش سرسبزی شهر کابل حمایت از شهرولی کابل بود که ما از اینا قلباً تشکر و سپاسگزاری میکنیم. به این شک نیست که شهرولی پروژه های بسیار بزرگی به سطح شهر کابل الحمدلله که در حال تطبیق داره، پلان های بزرگ زیربنا تحت مراقبت و تطبیق است و مطمئن هستم که شهر ما بهترین شهر از هر لحاظ باشه. این که هموطنان ما و بخش سکتور خصوصی در کنار شهرولی کابل در سرسبزی کابل و زیبایی شهر کابل سهیم میشن و از شهرولی کابل حمایت میکنه، واقعا که یک حب الوطنی را ثابت میکنه و در کنارش مردم ما را به این آماده میکنه که شهر ما مشترک است و تنها راه حل کارمندا و همکاران شهرولی کابل نیست. باید تمام مردم ما که در شهر زندگی میکنه، در شهرها بلکه گفته میتونیم زندگی میکنه، در کنار شهرولی ها استاده شوند تا یک شهر زیبا، سرسبز و مقبول داشته باشیم. و جا داره که ما از این همکاری شرکت محترم افغان بیسیم تشکر و قدردانی بکنیم. در سایر موارد در کنار شهرولی کابل استاد هستند و برنامه های خوب به خاطر آبادی و زیبایی شهر کابل دارند. قسمی که از کارکردهای شما در اطراف شهر کابل، در خود شهر کابل دیده میشه، واقعا کارکردهای بسیار عالی است. پیام شما با وعده از هموطنان عزیز ما که در شهر کابل زندگی میکنن، بخصوص در شهر کابل، گرچه در ولایت که میفهم هوا بسیار خوب است، درخت ها هست، در شهر کابل به مردم شهر کابل چی پیام دارید؟ پیام مامی است که شهر نظر به نفوذی که در اینجا زندگی میکنه، شهر کوچک است. نفوذ شهر، ساکنین شهر ماشاءالله بسیار زیاد است. تقریبا 7 میلیون نفوذ در این شهر زندگی میکنه. خواهش ما، پیام ما به مردم شهر کابل همی است که مواظب شهر خود باشند، مواظب سرسبزی، مواظب تنظیف، مواظب حفاظت از زیبایی های شهر باید باشند و تنها به این اکتفا نکنه که کارمندای شهرولی کابل کار میکنن، نیاز به همکاری ما ندارند. اگر ما احساس مسئولیت بکنیم من حیث ساکنین شهر، 50% مسئولیت را در قبال خود داشته باشیم، طبیعی است که شهرولی 100% برنامه ها و مسئولیت خود را درک کرده، بعد از او ما میتونیم که صاحب یک شهر خوب باشیم. خواهش مامی است که در بخش سرسبزی، زیبایی و تنظیف شهر در کنار شهرولی استاد بشن و شهرولی را همکاری بکنن. زنده و سلامت باشین. تشکر که فرصت دادید. بخیر باشین. سلامت باشین. عزیز، قسمی که قبلا گفتم، نشاندن یک نهال یا غرس کردن یک نهال یک فرصت دوباره برای نفس کشیدن نسل های بعدی است. پس کوشش بکنیم برای ادامه نفس کشیدن نسل های بعدی ما فرصت ایجاد بکنیم. این فرصت با نشاندن یک نهال یا غرس کردن یک نهال مثمر یا غیر مثمر در محیطی که زندگی میکنیم، در جایی که هستیم هست. من دقیقا در موقعیتی هستم که چند دقیقه قبل در ایجا دو نهال به عنوان مثال برای شما در زمین غرس شد و شما هم از این الهام گرفته در محیطی که زندگی میکنین، در جاهایی که زندگی میکنین، نهال غرس بکنین و فرصت ایجاد بکنین برای نفس کشیدن دوباره تا. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما. خدا کنه که تا پایان برنامه ما را همراهی کرده باشین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما، برنامه های بعدی ما، افغان انا را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک شیر بکنین و تا برنامه بعدی، خدا دید.
افغان انار، انعکاس زیبایی های افغانستان.